اردوگاه های بازداشت پناهجویان غیرقانونی در استرالیا مراکزی که شرایط ویژش همیشه بحث برانگیز بوده اما این بار بحث بر سر کودکان این پناهجویان است کسانی که نتایج یک تحقیق تازه وضعیتشان را اصفبار دانسته. یافته های ما عمیقا شک آوره. تمام شواهد پزشکی تایید میکنه که بازداشت کودکان باعث بیماری روحی آنها میشه. 34 درصد کودکانی که در جزیره کریسمس استرالیا بازداشت شدند، دچار اختلال روحی و روانی شدند و نیاز به درمان دارند. بیشتر این کودکان به وسیله قاچاقچیان انسان به همراه والدینشان با های ناامن از اندونزی آزم استرالیا میشوند. تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی و افغان هم بارها این مسیر ناهموار را طی کردند اما در نهایت سرنوشتشان به بازداشتگاههایی در جزیره دورافتاده کریسمس و نارو و پاپوا نو ختم شده حالا کمیسیون حقوق بشر استرالیا که خود از طرف دولت تشکیل شده اقدام این کشور در نگهداری کودکان در بازداشتگاه های پناهجویان را مقایر قوانین بین المللی و ناقض تعهدات بین المللی استرالیا دانسته. No هیچ کشوری در دنیا به خصوص کشورهای مثل نیوزیلند، بریتانیا و کانادا و آمریکا اجازه بازداشت نامحدود کودکان را به عنوان اولین گزینه نمیدن. <applause> کودکانی که به دادگاه دسترسی ندارند تا اجبار به ماندن در این بازداشتگاه ها را به چالش بکشند. اما دولت استرالیا گزارش این کمیسیون را رد کرده. کمیسیون حقوق بشر در زمان دولت قبلی کجا بود؟ زمانی که صدها نفر در دریا غرق می شدن این کمیسیون کجا بود؟ زمانی که تقریبا دو هزار کودک در بازداشت بودند. به سراحت بگویم این گزارش فقط هیاهوی سیاسی جانبدارانه است. سیاست دولت استرالیا در نپذیرفتن کسانی که با قایق این کشور می شوند و برگرداندن بعضی از آنها به اندونزی تقریبا قاچاق پناهجویان از خاور میانه و آسیا را به استرالیا متوقف کرده اما گروه های حقوق بشر معتقدند که دولت استرالیا با نگه داشتن کودکان در بازداشتگاه ها در واقع یک کار بد را با کار بد دیگری عوض کرده. مهین شفایی بی بی سی